به نام یاد خدای بخشنده و مهربان عزیزان همیشه همراه باز هم سلام عرض میکنیم خدمت همه شما دوستداران همیشگی برنامه روشنا از خدا میخوایم که جور و صحتمند باشین الهی که هیچگاه رنج و سختی در زندگیتان تا نباشه همیشه بهترین ها خوشیها ها خوشی ها و صحتمندی ها در کنار شما عزیزان باشه و در لحظه لحظه زندگیتان همیشه بهترین ها باشه و موفقیت ها شامل حال همه شما بیننده های عزیز باشه شما خواهران و برادران عزیزی که همکنون بیننده برنامه روشنا هستین خوش آمدید میگم به همه شما عزیزان برنامه امروز با دنیای از مهر و محبت تقدیم همه شما عزیزان میکنیم و امیدوار هستیم تا آخرین لحظات ما را همراهی کنین و امیدوار هستیم که هیچگاه در زندگی خودتان رنج و سختی و مشکلات نبینن البته با موضوعی که امروز با شما عزیزان صحبت و گفتگو میکنیم مطمئن باشین که به یک موضوعی میرسین و به یک نتیجه میرسیم که رنج هم در زندگی ما باشه هم رنج سختی و هم خوبی ها و خوشی ها اصلا انسان ها در زندگی که هست چون زندگی ما پر از فراز و نشیب هست پر از سختی و مشکلات و خوبی ها و خوشی ها هست نمیتونیم بگوییم که ما از رنج و سختی دور هستیم شاید باید تو سوال پیش بیاید بگوییم که چرا ما انسان ها باید رنج بکشیم چرا باید رنج را تحمل کنیم هر سوالی که در این زمینه داریم امروز بیننده برنامه باشین ما در روزهای یکشنبه انشالله موضوعی را با شما عزیزان گفتگو خواهیم کرد که فلسفه رنگ در زندگی هست و خواهر خوب ما خانم حسن زاده هم کارشناس این موضوع هستند یک سلام و گرم تقدیمشان میکنیم و با شما عزیزان گفتگو را آغاز میکنیم سلام خانم حسن بسم الله الرحمن الرحیم بندان سلام و عرض عدب و احترام دارم خدمت شما موجود توانای بله. برنامه و بینندگان عزیز برنامه روشنا امیدوارم در هر کجا برنامه رو میبینن جور و سهدمند باشن و دلهای همه عزیزان پر از رحمت و برکت الهی باشه الهی آمین تشکر و سپاسگزار از خانم حسن زاده عزیز بله ما همه انسان ها گفتیم که در رنج و سختی هستن و به حال باید تحمل کنند و اگر تحمل نکنن امکان داره که سختی ها و رنج هایشان بیشتر شوم اما اینکه که بیایم بپردازیم ببینیم که خب اصلا رنج چی هست هر چیزی را که ما در مرحله اول بشناسیم مطمئن هستیم که میتونیم به خوبی با او مقابله کنیم حالا میخوایم بیایم رنج را ببینیم در زندگی یعنی چی چرا ما باید رنج بکشیم چگونه باید او را مقابله کنیم چرا باید تحمل کنیم آیا اصلا رنج در زندگی ما باشه نباشه خوب هست یا نیست همه این گفتگوها را ما در روزهای یکشنبه با شما عزیزان خواهیم داشت حتما بیننده برنامه باشین در روزهای یکشنبه که نسبت به این موضوع برسین البته فقط صرف روزهای یکشنبه بیننده برنامه نباشین در همه روزها بیننده برنامه روشنها باشند و حتما هستین خانم حسن زادم بیان در شروع یک تعریفی از رنج داشته باشیم بگیم رنج یعنی چی؟ چرا باید رنج در زندگی ما وجود داشته باشه؟ بله اول اینکه خدا رو شکر شا... گذارم که در خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه روشنا با یک موضوع اخلاقی و تربیتی جدید هستم انشالله که هممون بتانیم از این موضوع استفاده کنیم و بله. اثرات مثبتی رو در زندگی همه ما ایجاد کنه بله همونطور که شما فرمودین بحث زندگی موضوع مورد بحث ما فلسفه رنج در زندگی بله. انسانه بله. خب یک واقعیتی هسته قبل از که من تعریف کنم از رنج رو بیان تعریف کنم یک مقدمه رو ذکر این اینکه رنج واقعیت زندگی هر فردیه و من منحصر نمیشه در هر زندگی وجود داره البته رنج ها متفاوت هست مهم. به این هم بعض وقتا میگن که ما مسافرت کنیم مهاجرت کنیم رنج های ما کمتر میشه درست. نه رنج در هر زمانی در هر مکانی که انسان باشه همراه خودش. هست, هست. جوری نیست و به قول شما نحوش نحوه رنج درست درست. تغییر میکنه. میکنه و باعث میشه رنج متفاوت باشه یک رنج نسبت به رنجی که گذشته داشته متفاوت باشه پس ایکه که رنج همراه ما هست ما ای رو رد نمیکنیم بله. و همه ما اعتقاد داریم که رنج همه جا همراه زندگی ماست پس این رنجی که همیشه همراه و همگام ما هست بله. اگه هم نباشه باز خودش اثرات سوی در زندگی آه. ما داره حالا این ام... ما با گفتگوهای ما ثابت میکنیم که رنج باید در زندگی باشه ای که ما میگیم بیننده عزیز الهی هیچگاه رنج در زندگی تا نباشه این درست نیست رنجی که منفی باشه رنجی آه. که باعث میشه به روی انسان به جسم انسان صدمه بزنه اینو رو او را میگیم نباشه اصلا. در زندگی ولی رنج به طور کلی اگه در زندگی انسان نباشه زندگی بی میشه امه. حتی در تمام لحظاتی که ما رنج نداریم زندگی بی‌معنا میشه بی معنا که باعث انسان باعث میشه پوچ، احساس پوچی کنه یعنی انقدر یک شیرینی ها و لذت ها رو دیگه درک نمیکنه پس یک میتونه بگیم یک ضرورت در زندگی که مایی رو باید درک کنیم بله. به وجودی که رنج باید باشه و جالب اینجاست که من وقتی که مطالعه میکردم به این نتیجه رسیدم اکثر دانشمندان مثلا این نکته رو ذکر کرده بودن رنج اگه در زندگی نباشه انسان دچار افسردگی میشه حتی اگه رنج نباشه, نباشه. چون, مثل یک جاده ای که باعث میشه که صاف باشه همه چیز تکراری باشه ولی اون رنج ها هست که انسان رو بیدار میکنه ده. آگاه میکنه ام. که انشالله ما در فلسفه رنج در ادامه ذکر میکنه اون رنج ها هست که انسان رو بیدار میکنه آه. و آگاه میکنه و برای انسان سازنده هست ام. پس این رو باید انسان در زندگی خودش به توجه داشته باش که حتما باید در زندگی ما رنج هایی که هست رو انسان به نحو خوب اینها رو مدیریت درسته. کنه که انشالله ما در این مباحثی که در خدمت مم. بینندگان هستیم این رو ذکر میکنیم که رنج خودش چیه بله. و چرا رنج در زندگی ماست فلسفه رنج در زندگی بله. ما هست آیا آموزه‌های دین نسبت به رنج چه دیدگاهی دارن درستان. انواع رنج رو چی معرفی میکنن عناصر اون رنج و مدیریت این رنج ها رنج آه. هایی که از انسان باید مدیریت کنه راهکارهایی حتی برای کاهش بعضی از رنج ها انشالله در این بله. جلساتی که در خدمت بینندگان عزیز هستیم ما انشالله بیان میکنیم اما اینکه که سوالی که شما فرمودین در ابتدا اصلا خود رنج بله. چیه رنج هست اصلا. مم. رنج این است که انسان داره میل شدید به یک چیزی داره مهم. ولی به اون نمیرسه ای رو میگیم رنج در یک کلمه میتونیم رنج رو خلاصه کنیم نرسیدن به چیزی نرسیدن به خواسته ما به خواسته ها به امیالی که در آه. انسان وجود داره جالب اینجا امیال درونی که در انسان وجود داره توقعاتی که وجود بله، داره بله. احساساتی که در انسان هست آه. عواطفی که در انسان هست اگه انسان به اینها نرسه باعث میشه که رنج ببره یا برای به دست آوردن بسیار چیزها هم انسان تلاش هایی که میکنه اگه با به اون ناکامی با رنج بخوره به اونها هم حتی نرسه بعض وقتا تلاش هایی که انسان باری. میکنه به اونها به ناکامی و شکست بخوره برای انسان رنج هست درسته گاهی وقتا برای رسیدن به یک چیزی هم بعضی انسان ها تلاش میکنن و در مسیر او رنج میبرن نی؟ حالا میرسه به او ولی خب بازم با رنج است یا همون شعری که میگن نابرد رنج گنج میسر نمیشود درست یه بله. یعنی ما برای به دست آوردن هر چیزی هم رنج میکشیم اصلا یک فردی که میخواد تکمیل بحث شما ای رو بفهمون که شما فرمودین که یک فرد دکتر شده بله. خب این فردی که در قسمت، به قسمتی که رسیده دکتر شده مم. الان مریض میایه دارو دوا بهش تجویز بکنه قبل از او یک رنج هایی کشیده در مکتب در دانشگاه دار جایی که بوده ام. یک رنج هایی رو متحمل شده کن. پس به اهداف رسیدن انسان به اون اهداف ها رنج وجود داره ام. ولی نقطه هدف رنج رو برای ما آسان میکنه پس البته ای رو بگیم بعضی انسان هایی که فکر میکنن که من خیلی در زندگیم رنج دارم یعنی بعض وقتا من پای درد دل بعضی از افراد میشنم میگن یک رنج ما خلاص نشده که رنج دیگه به سراغ میایه پی در پی رنج هست بلد. خب ما میتونیم بگیم این به ذهنیت انسان بستگی داره به اون ظرفیت انسان بستگی داره مم. من تو فکر میکنم که هنوز یک رنج خلاص نشده رنج دیگه میایه ممکن است همون رنج رو انسان تبدیل به شیرینی کنه مثلا شما فرض کنید چند نفر دور هم میشینن بله. و با هم گفتگو میکنن در جلسه مشاوره هر کسی قرار است رنج خودشو بیان <applause> همه افرادی که در اونجا هستن قرار, قرار رنج خودشون بیان کنن انسان من فکر میکنم به این نتیجه میرسه رنجی که من دارم از همه رنج ها بهتر است دقیقا. یکی ممکنه رنج از مرگ دیگه هر کسی از, از خودش بگه مشکلات خودش بیماری بگه یا هر رنجی که داره فقط خودش از رنج خودش بیان کنه خب هر کس اینا رو بیان کنه اون رنجی که خدا برای ما داده فیلم کنم بهترینه می مثلا فرض کنه که یک فردی 15 16 نفر همه رنج های خودشون رو گفتن آخر به این نتیجه میرسن و این جلسات مشاوره برگزار هم شده به این نتیجه رسیدن که هر کی رنج خود خور داره چون مطابق با ظرف همون از تحملش آستانه پس. تحملش آستانه آه. تحمل خودش است پس این نیست که انسان بگه من رنج دارم و دیگری رنج نداره همه انسان ها در زندگی در رنج هستند و رنج به های مختلف تجربه میکنن نمیتونیم بگویم که من یک انسان هستم و نمیخوایم رنج داشته باشم نمیخوایم در رنج و سختی باشم این گپ امکان پذیر چرا که همه انسان ها باید در رنج و سختی باشند و او هم یک نوع حکمت هست درست است خانم حسن خب از آن بیننده تشکر از اینکه همراه ما بودین بعد از یک وقفه همچنان با برنامه ای ما همراه و همگام باشین و اگر هم سوالاتی در ذهنتان هست حتما با ما در ارتباط باشین کارشناسان ما به صورت لایو و زنده پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود پخش برنامه های آموزشی مکتب حادی شنبه ریاضی صنف هفت ده تا ده و نیم کیمیا صنف هشت تا یازده دری سنف نو یازده تا یازده و نیم یک شنبه کیمیا صنف هفت ده تا ده و نیم. فیزیک صنف هشت ده و نیم تا یازده بیولوژی صنف نو یازده تا یازده و نیم. دوشنبه فیزیک صنف هفت ده تا ده ایم. ریاضی نیم صنف هشت ده تا یازده کیمیا صنف نو یازده تا یازده و نیم سهشنبه بیالوژی صنف هفت ده تا ده و دری صنف هشت ده تا یازده ریاضی صنف نو یازده تا یازده و نیم چهارشنبه دری صنف هفت ده تا ده بیولوژی بیالوژی سنف هشت ده و نیم تا یازده فیزیک صرف نو یازده تا یازده و هی. مکتب حادی دریچه دانایی تشکر از همراهی همه شما عزیزانی که همیشه همراه هستن با برنامه روشنا با موضوع رنج و زندگی همراه شما عزیزان و بیننده های محترم هستیم امیدوار هستیم که همراهی کنین و هر روز بیننده برنامه روشنا باشین خانم حسن موضوع به اینجا رسید که رنج معرفی کردیم برای عزیزان بیننده و گفتیم که نرسیدن به خواسته و توقعات خودش میتونه باعث ایجاد رنج شوه برای ما بل. یا اینکه برای که بتانیم تلاش کنیم و برسانیم خود ما را به اهداف خود ما در مسیر او ما به رنج میرسیم درست یعنی رنج به ما میرسه خب این میشه تعریف رنج درست است؟ خب بیداریم یک بله. مثال های هم بیان کنیم و صدیق را بگوییم که یک عینیت داشته باشه بله. حالا به خصوص هموطنان عزیز ما خب بسیار در رنج و سختی ها هستند و این موضوعی را که ما بیان میکنیم مطمئن هستم که بسیاری از هموطنان عزیز ما که در سختی و رنج و مشکل هستند، علاقه من هستن که بشنون و انشالله که با صحبت های ما رنج های زندگی خودشان را مدیریت کنن و بتونن مقابله کنن با اون اصلا. بله من رو با یک م... گفتم زندگی جزئی از که هست که در ما همه ما در با او درگیر هستیم رنج جزئی از زندگی است هیچ کی نمیتونه بگه که ما در زندگیم رنج ندارم خب وقتی که زندگی رو ما به دو قسمت تقسیم کنیم مثل یک فرش رو شما فرض کنید یک قسمتش تار یک قسمت پودر است خب برای تارش او خوشی ها هسته ظاهرش هست بله بله. خوبی ها لذت های است ولی اصلش او بوده. این رو به هم وز کرده اونجا رنجه ما این رو میخوام بگم که فهمیدن معنای زندگی باره. و متوجه شدن معنای زندگی به این داره که ما رنج رو درست متوجه بشیم اگه ما رنج رو متوجه نشیم خیلی افکار متفاوتی به انسان میایه که حتی باعث میشه که رنج انسان چند برابر بشه بله. نه تنها بتونه اونها رو مدیریت کنه و از بین ببره بلکه اونها رو چند برابر کنه پس این است که حتی مثلا من تانم بگم که کسی که شادی داره در حید که مثلا یه محفلی داره بله. جشنی بر میخواد برگزار کنه محفل پس، پسر یا دختری از خب عروسی خیلی شادی و اینا داره خب باعث میشه که این فرد در حین این محفل یک رنج هایی داشته باشه آه. که این محفل درست برگزار بشه یک نگرانی بلد. هایی داشته باشه یعنی منظور از رنج که ما میگیم همین احسه. همه اینها رو شامل استرابی که داشته باشه میتونیم بگیم که زندگی رو باید انسان درست متوجه بشه حالا بعض افراد متفاوت زندگی رو پرسیدن چی است بح... یعنی تشبیه به چیز... چیزی هایی کردن بعضی از افراد زندگی رو مثل بازی دانستن یک قسمتش برد از یک قسمتش باخته بلد. خب بردش او شادی ها و اه اه خوشحالی ها رو شامل بله. میکنه و باختش او رنج ها رو شامل می شده یا زندگی رو مثل زندان بعضی و برای اونهایی که مثلا زندگی فکر میکنن یک رنج پشت سر از او رنج دیگه از اونا میایه مثل یک زندان دونستن گفتن هر کار میکنیم از این زندان، خلاص نمیشیم بله. یعنی رنج ها همش گریبانگیر ما هست چرا همش ما دوچار این رنج ها باشیم به خیلی از افراد این رو میگن ای همش من چرا باشم؟ چرا فلانی رنج ها رو نداره یا کل زندگی ما در رنج تیر شد کل زندگی ما آه. در رنج بود یک رنجی باعث میشد که باعث شد خانواده ما اصلا بباشه مم. یک رنجی باعث شد مثلا فقر و سراغ ما بیاد خب رنج های متفاوت رو بفهم میکنه خب این یک زندان برای خودش تصور داره بعضی ها میگن نه زندگی جنگ میدان جنگه بله. یک سر ممکنه پیروز شوه انسان یک سر هم ناکام بشه اگه ناکام همیشه قابل جبران به اونجی هست و بعضی اختار بعضی اونهایی که افکار خیلی منفی دارن که واقعا باعث میشه به خودشون آسیب بزنن به وسیله همین رنج ها همه زندگی را در رنج میبینن تولد رو در رنج میبینن ازدوار رو در رنج میبینن مرگ رو در رنج میبینن اینها میگن زندگی برای ما جهنم است بله. یعنی آخر خط است حالا این تصوراتی که دارن ما میخوام میگیم زندگی به صورت کلی با توجه به این چیزهایی که بیان شد زندگی چی است زندگی یک اه. سفر است ما هم در این زندگی مسافر هستیم اگه ما این دیده داشته باشیم این نظر رو داشته باشیم و در ذهن ما این دیشه باشه دیگه خیلی باعث میشه که مشکلات راحت باشه دیگه تصورات منفی از این دنیا نداشته, ماشیم. باشه این تصورات منفی که میگن یعنی همون که یک انسان فقط در زندگی خودش رنج ها رو ببینه چون امکان نداره در زندگی یک انسان چون ما میگیم زندگی فراز و نشیب است یعنی گاهی وقتا خوبی ها و خوشی ها هست گاهی وقتا رنج ها هم هست ولی بعضی وقتا انسان ها به خاطر دید منفیشون فقط رنج های زندگی فقط رنج میبینن. ها و منفیات رو میبینن چون فکر میکنن رنج با گوشت و پوست و استخوان از اونها آمیخته است در صورتی که اون رنج ها قابل باعث است که مقاومت کنن در برابر تو قابل تبدیل هست آه. قابل تغییر هست این افکار منفی باعث میشه بیشتر به خودشان آزار برسونه و حتی تحمل کردن از او رو باعث بشه مم. که نداشته باشن حتی از هیچ وقت از زندگی لذت نبرم بالاتر از او چون رنج رو نقطه مقابل لذت میدانن خب همیشه رنج ها در اونها اجوم میکنه و باعث میشه نقاط منفی داشته باشن ولی ما میخوایم بگیم که درست خداوند متعال در قرآن کریم میفرمایند لقد خلق فلك اه اه لقد خلقنا الانسان فی الکبد ما ده. انسان رو همراه رنج آفریدیم جالب اینجا که رف... کبد رو وقتی میخوایم به عمق مطلب توجه کنیم یعنی عمیق آفریدیم ماندگار آفریدیم ولی اینطور نیست که انسان فقط سختی باشه بله. درست سختی همراه انسان بله. است ولی در کنار از همونطور که شما فرمودید ها و ها ولی به طرز تفکر من نوعی فرق بستگی داره که من چطور فکر میکنم که رنج رو همش برای من مصیبت نباشه بله. از اون لذت هم ببرم یه رنج برای من غم نباشه بله. برای من درد هم مم. نباشه بلکه از این درس بگیرم که به مراتب بله. بالاتر برسم انما العسر یسرا همانا که با هر سختی, سختی آسانی, آسانی هم, آسانی هم هست پس این لذتی این در در دقیقا این حرف شما رو ثابت میکنه که ما وقتی که در سختی و مشکلات هستیم این رو بفهمیم که با هر سختی و مشکلات ما آسانی و خوبی هم هست این رو باید درک احسان. کنیم ولی چه زمانی میشه این رو درک کنه خانزوری؟ زمانی میشه که ما اهداف بالاتری داشته باشیم درستان. به اون نقطه فکر نکنیم که اتفاق بد بر افتاده به نقطه بالاتر از او فکر کنیم خب ما میتونیم بگیم در ایام محرم هستیم درس بزرگی که میتونیم از آشورا بگیریم ام. وقتی که حضرت زینب علیه السلام باعث شد که در او واقع آشورا بدترین مصیبت ها بلینا. بر اینها وارد بشه وقتی که ازشون پرسیدن شما چه دیدید؟ گفتم ما رأی تو الله جمیلا. جمیلا. بله. من جز زیبایی ندیدم ام. خب مگه میشه چند تا از فرزندانشون برادر زاده رو از دست بدن بعدش بگن در زیبایی دادم مصیبت. در اوج مصیبت بله. بگم من زیبایی دیدم ام. مگه میشه خب چرا این حرف رو زدن چون اهدافی بالاتر از اون داشتن درست و او زنده نگه داشتن اسلام هست اگه او رنج ها رو می دیگه نمیتونستن راه آشورا رو ادامه بله، بدن بله. پس منوی رنجی که دارم به اهداف بالاتر از او باید فکر کنم که بالاتر از او هست چون انسان رو ما همه باید بپذیریم بله. که رنج در زندگی های ما هست و خود همه پذیرش هم هست یکی از همین پذیرش که ما در زندگیم قبول کنم که رنج هست باعث میشه که ما مراتب رو تایی کنم دقیقا یعنی شناخت رنج و این که ما قبول کنیم که ما باید در زندگی رنج داشته باشیم رنج تحمل کنیم گاهی وقتا بسیار وقتا سوال پیش می از, از افراد و انسان ها میگن که چرا ما باید رنج تحمل کنیم چرا؟ چرا رنج چرا اصلا باید وجود داشته باشه چرا ما باید رنج تحمل کنیم اگر تحمل نکنیم چی گپ میشه شاید این سوال همیشه در ذهن ما اصلاً. هست من یک مقدمه بگم بعدش این نکته عینا این ای سوال رو جواب بدیم درسته. در. خب اولی که انسان رو شما فرض کنید یک عالم درون داره همون آرزوها توقعات احساساتی که برد. هر انسان داره یک عالم بیرون هست سال شما اینو میخوام بگم یک عالم بیرون هست درست عالم خب بیرونی که ما در در اجتماع زندگی میکنیم در محیط بیرون مثل خانواده او یک عالم درون شد یک عالم بیرون شد بله. خب عالم درون رو آیا میتونیم همش این رو داشته باشیم که عالم درون رو عوض کنیم ام. من که توقع دارم مثلا فلان موتر رو داشته باشم در آرزوهای من اینه که فلان خانه رو داشته باشم درستان. فلان سفر رو بروم خب وقتی که به بیرون میام در جامعه میام اصلا همچین چیزی برای من ممکن نیست و مم. این درآمدی که من دارم همچین موردهایی برای من ممکن نیست خب چیکار میشه رنج میبرم آیا من بتونم خودم رو عوض کنم که عالم درونم یا عالم بیرون رو عوض کنم خب یا هر, دو هر دوتا رو عوض دو... کنیم سخت است برحال هر دوتا رو هم عالم بیرون هم درون رو خوب خب مطمئنا هر دوتا که تغییر قابل تغییر نیست تغییر نیست. نیست. نیست چون عالم بیرون قابل تغییر نیست چون اتفاقاتی که در بیرون میاد بله. ممکن همه خوشایند من نباشه آدیه. متفاوت است با عالم بله. درون من در دست ما نیست هم که تغییر هر چی آرزو کنم در بیرون برای من به, به اصلا دنیا متفاوت میشه پس یک نکته رو ما اینجا باید مد نظر داشته باشیم که تا دوچار استراب نشیم استرس نشیم این است که از بعضی از امیال درونی خودمان ما چشم بوشی کنیم قفلت کنیم درست. چیزی که دیدیم متری مثلا دیدیم خب آرزو داشته باشین تلاش بکنین ولی آن نداشته مثلا این رو نداشته باشین رنج ما نباشه اصلا رنج نباشه که من همش قصه ناراحتی برای خودم خانواده من ایجاد کنم که من فلان متر رو بخارم. داشته باشم زندگی ما به هم بریزم تا فلان خانه رو داشته باشم ام. خب این باعث میشه که رنج خودمان رو چند برابر کنه ام. در این قسمت بعضی از جاها خوب از انسان قفلت کنه <applause> چشم پوشی کنه و ز... این باعث میشه که زندگی رو راحت بگیره البته برای چیزای دست نیافتنی درست است خانم اصلا نه بعضی چیزا قاب میگن خب. تلاش کنید یک سال دو سال کار کنید یک سال هدف دارم احسان. میخوای به اون هدفش برستانه خدا تلاش میکنم آلی. آلی خوشش میکنم ولی خب باید کوشش کنیم که او اهدافی که تعیین میکنیم برای خود ما بر اساس توانمندی ما باشه بر اساس استعداد ما باشه قسمه باشه که ما بتانیم به او برسیم بسیار وقتا اما قسم که شما بیان کردین ما اهداف داریم که برای ما دست نیافتنیست یعنی بر اساس توانمندی و استعداد ما نیست برامو دلیل ما نمیرسیم به اون موضوع این باشه رنج زیادتر ما میشه بله و ای که خواسته باشیم که آسوده تر زندگی کنیم و آرامش بیشتر در زندگی خودمان داشته باشیم همین نکته که شما سوال باید فلسفه رنج رو بدانیم اصلاً اصلا به که رنج رو فلسفهش رو ندانیم نمیتونیم مدیریت کنیم راهکارهای از او به درد ما نمیخوره خب اولی که با پذی... از اولین فلسفه رنج این است که او رو بپذیریم این که رنج در زندگی بخوایم نخوایم وجود داره در زندگی درون، در درون انسان نه در خارجه یعنی امیال درونی ما در خارج ممکن محقق نشه این رو بپذیرم و یا ای که من امیال درونی که دارم برایشون در قدرت وسع ما هست تلاش کنم تا به او برسم خانم سلزاد این فلسفه اول شما را دو بعد از میان برنامه دوباره تکرار چون بسیار اهمیت داره من خودم شخصا دوستان میره یک دفعه دیگه بشنوام بخاطر از اینکه به ما کمک میکنه که ما بتانیم پذیرش داشته باشیم رنج های زندگی ما را و این موضوع بسیار اهمیت داره و بیننده های عزیز ما هم امیال متوجه هستند و میدانند که اهمیتی ما تو چه زیاد است که ما بپذیریم رنج را در زندگی خود ما و قبول داشته باشیم و ای که چگونه با او مقابله کنیم را چگونه مدیریت کنیم را باید بیاموزیم همراهی کنین برنامه روشنها را بعد از یک وقت شکر از همراهی همیشگی شما عزیزان همیشه همراه فلسفه رنج را بررسی میکنیم رنج و زندگی موضوع برنامه روشنا هست و سوالی که داریم از خانم حسنزاده عزیزی که چرا رنج میبریم در زندگی و این اولین فلسفه رنج بود که شما در میان برنامه قبلی بیان کردین و من گفتم که یک دفعه دیگه او را تکرار کنیم که بسیار اهمیت داره بله اولین موردش این بود که رنج رو بپذیریم واقعیت درست. رنج رو بلد. که در زندگی همه ما رنج وجود داره بلد. اگه وجود نداشته باشه زندگی ما دچار مشکلاتی میشه بلکه همونطور که رنج ها هست شادی ها هم هست اینم باید در کنارش بپذیریم ولی این رو بدانیم شادی ها زود گذر است سطحی است ممکن است یک جا باشه یک جا نباشه به زبان ساده با یک مثال میتونیم این مورد رو بیان کنیم که رنج نمک زندگی هست بله. که قضا اگه نمک نداشته باشه قضا بیمزه میشه زندگی هم رنج در اون نباشه مفهوم خودش از دست میده بله. و مفهوم باعث میشه که انسان دوچار افسردگی ها و بیماری هایی بشه که ما جلسات ق... بعد اینو بیان میکنیم که زندگی وقتی به صورت یک نواخ بره مثل راننده که مم. همش در جاده یک ست داره رانندگی میکنه بله. دوچار خوابال میشه و باعث میشه خدا نکته اتفاق از به پیش بیایه همه زندگی هم اگه همه باعث بشه که همه بابت تب دل از باشه دیگه تلاشی نمیکنه و زندگی بی بسیاری شده. از افراد خانم از زده قسم تصور دارن که اگر زندگی در اون رنج و سختی و مشکلات باشه دو افسردگی میشن درست بسیاری وقت این قسمت ما هست یه نظریه رو دارن میگن احسن. که ما دو افسردگی شدیم چرا وقتی که غیر از زندگی خود رنج دیدیم بله این نکته هست ولی ما از یک دید دیگه میگیم بسیاری از روانشناسان این رو مطرح میکنن و مسائل اون تربیتی چون رنج هایی رو داشتن که مدیریت نشد راهکارهایی از اون نشد بعض وقتا ها هست خود انسان ایجاد رنج درست میکنه درست مقابل, مقابل کنن و پذیرش نداشتن پذیرش رن. نداشته ولی به صورت کلی آنچه که مد نظر است رنج ها باعث میشه که اون سرعت زندگی هستن بله که اگه اونها نباشه باعث میشه انسان دچار مشکلات همون بشه. جاده صافی که شما گفتین سرک صافی که یک موتر میره او همون موانع هایی هست که در اون سرک هست اگر اون موانع نباشه و صاف باشه امکان داره که دوچار مشکلات شود و دریوری که رانندگی میکنه و دریوری میکنه بله م. چون به پوچی میرسه دیگه فکر میکنه که مشکلی که الان برای پیش آمده خب دیگه تمام شده ولی کسی که ما دومی مورد که میگیم به زندگی رنج معنا میده این است که انسان را از پوچی خلاص میکنه باعث میشه که دیگه پوچی سراغ از اون چون این که فکر میکنه انسانی که وقتی که مشکل به سراغ از اومد که من چطور این مشکل رو برطرف کنم همین انرژی و انگیزه باعث میشه که زندگی از او معنا بگیره درسته. و باعث بشه که مشکل رو برطرف کنه وقتی که مشکل رو برطرف میکنه حرکتی کرده به حرکت خودش انسان میباله آه. من تونستم مشکلمو برطرف کنم رنجمو برطرف کنم خب یه خوشی به سراغ اسالمیه اعتماد بنفس بسیار بالا موفقیت آه. خودش باعث میشه که ای فرد باعث بشه که زندگی برای موضوع آه. معنادار بشه حتی سالها شده که به او مثلا فردی که درس خوانده مشکلات دید صد درصد و باعث شده دکتر بشه وقتی الان دکتر شد به اون موفقیت خودش سالهای سال میباله بله رنج و رنج لذت میبره لذت میبره پس یه طور نیست که ما بگیم زندگی وقتی که رنج باشه مشقت باشه باعث میشه که معنای زندگی رو از ما بگیره حالا مثلا در رنجی که نهایتش به هدف رسیدن باشه اهدافی انسان داشته با اهداف باشه هدف رسیده باشه اون رنج خوب است بسیار رنج هایی است که هدف نداره یعنی بسیار رنج ها هست که دست خود ما نیست اصلا نه؟ او چه دستی رنج ما اشاره میکنه آره نکته خوبی رو اشاره کردی بعضی از رنج ها هست که دست مثل یک بیماری که به بله انسان میاد خب. خب بعدش او رو هم ما ان در بحث رنش بیان میکنی بله. او هم برای خودش یک حکمت های داره آه. یک سازندگی هایی داره یک نکته های تربیتی بله داره بله. یا بلاهایی که به سراغ از انسان میاید اینها همه برای انسان دست هست و میتونه از اون استفاده کنه ما هیچ نوع رنجی رو غیر مفید نمیدانیم مگر رنجی که انسان خودش برای خودش ایجاد, ایجاد, ایجاد کنه همه. که این در بحث انواع رنج اینا بیان میکنه دست. دیگه از فلسفه های رنج علاوه بر پذیرش و منادار کردن از زندگی این است که انسان آگاهی میده زندگی که میخواد با آگاهی باشه با اطلاعات باشه این است که رنج درو باشه همین مثلا ما یک بیماری مثال بزنم چون اسم بیماری رو بیان کردیم کسی که دچار بیماری قند خونه یا شکر خون آه. خب این دوچار این بیماری برای از اون اتفاق افتاده خب وقتی که اتفاق افتاده وقتی آگاهی از یه فرد میره بالا ممکنه فردی باشه که اصلا در مورد از او قبل از این بیماری اطلاعاتی نداشته بله، باشه بله. ولی چی خوب است برای از او چه چی چیزهایی باید بس پرهیز بشه برای عضو اینها همه رو خودش متوجه میشه در زندگی خودش که من مم. از چیزها باید دوری کنم برای چیزها استفاده کنم مم. خب بی... یا مثلا باعث میشه اطلاعاتی از دکتر از افرادی که مبتلا به هستن به دست بیاره دلست. خب وقتی که انسان حالا یک مورد بود ما بسیاری از موارد دیگه چون دایره رنج خیلی گسترده است در یک مورد ما این به صورت مثال آه. بیان کردیم خب فردی که دو چهار رنج میشه خب باعث میشه آگاهی از رو. اطلاعات از او بالا بره و بتانه که در پیرامون از او بررسی کنه تا بتانه بلده. مشکل خودش رو برطرف کنه خب این خودش یک درس بزرگی است برای از از تجربه برای انسان میگه که سختی و مشکلاتی که یک انسان میبینه بعد از او از تجربیات از او باید استفاده کنه آه. که دوباره دو مشکلات نشوم مثل امی بیماری کرونا بله،, بله که به او م... اول اوایل چون اطلاعاتی در مورد این بیماری نبود مثلا هنوز علم و فناوری مثلا داروی از او تج... مش... مشخص نکرده بود چقدر برای انسان سخت بود آه. حتی ترس از مرگ انسان داشت ترس از بیماری داشت و بسیاری از رنج می‌برد از این مسائل آه. ولی بعد از اینکه کم کم اطلاعات انسان نسبت به ای و زیادتر و زیادتر شد دیگه بهش عادی شد و باعث شد که یک چیزی باشه که رنجی باشه که قابل درمان هست و بسیاری از من. پس خود همین رنج باعث میشه که اطلاعات و آگاهی انسان بله. رو بالا, بالا. اگه رنجی نباشه اگه مشکلی نباشه این همه فناوری جدید امروز اصلا مفهومی نداشت پس یکی از دلایل فلسفه های رنج این میتانه باشه پیشرفت میتونه باشه اصلا. بعد از مورد بعدی که ما میتانیم در فلسفه رنج بیان کنیم که چرا انسان رنج میباره اگه انسان رنج نباره قدر خوشی رو نمیتانه از اون خوشی ها لذت نمیتونه بله، ببره بله. تا، فرق، مثلا تا زشتی نباشه انسان زیبایی رو درک نمیکنه دقیقاً اما از راست تا آدم ناجور نشه قدر سلامتی و سردمندی رو اصلا تا آدم مشکلات نبینه قدر و خوشی های زندگی خود حتی بتونیم یک انسانی که تشنه هست وقتی که تشنه هست او لذت آب آشا میدن آب رو میدانه که چقدر آب مثلا لذت داره خوردنش وقتی که انسان او توجه رو نداشته باشه مهم. به این منفی ها خب دیگه اصلا خوشیار برای از اون مفهوم نه همه زندگی آب در دسترس از او بوده بله. خب همیشه در کنار از او بوده پس قدر بیابی آبی رو نمیدانه و خیلی از مسائل دیگه مم. که ما میتونیم مطرح کنیم پس رنج خودش برای انسان یک یعنی محرکی هست مم. که خوبی ها رو بشناسه بله وقتی که ما همش بعض وقتا این است که بعض وقتا ما فکر میکنیم خوبی ها رو انسان بعض وقتا تشخیص نمیده چون ذهن از او دنبال همش دنبال بلاها هست دنبال رنج ها از همه او چیزهای منفی در زندگی خودش میبینه توجه ما می‌تونه بگیم مثل استکان آبی رو در نظر بگیم همش نیمه خالی لیوان رو متوجه هست انسان ده. ولی نیمه پر هیچ وقت توجه نمیکنه ب... م... نه... اصلا توجه نمیکنه وقتی میگه همش نداری خودش رو میگه دلست. الان چقدر درست مشکلات زندگی ها خیلی زیاد بی... بیشتر هست خیلی زیادتر از قبل شده بله، ولی بله. باز هم انسان اون نداشته های خودش رو می... بیشتر ام. توجه میکنه تا به داشته های خودش ام. وقتی از انسان بپرسی شما در زندگی چه مشکلی داره خب نمیگه که من مشکل ندارم فقط مشکلات رو رام میبره بلی. نمیگه که من مشکلاتی داشتم که اینا برای من سازنده بوده آه. معمولا چیزی پیش نمیاد ولی بعضی از افراد هستن وقتی از اونها میپرسی میگه من بیماری رو داشتم الان که سلامت سالم هستم و در هستم میدانم که بیماری چی بیماری بوده یا مثلا وقتی که م... وقتی کسی افرادی که بسیار بیمار همیشن و ناجور هستن آه. هر دردی که به سراغ از اونها میایه میگن این بدترین نوع درده آه. توجه کردین میگن مثلا کسی که پادرد میگه بدترین درد پادرده کسی که دندان درد میگه دند... بدترین, بدترین درد به خاطر آه. چیز به خاطر این است که همیشه تفکر خود ما رو روی بدترین ها میذاریم خب پس این نمیتونه برای انسان نکته درس باشه و تربیتی باشه ز... یکی از فلسفه های دیگه من این میخوام بیان کنم که رنج اثر تربیتی داره موجب میشه که هم فرد رو بسازه بلد. هم جامعه رو جامعه که رنج نداشته باشه آه. دیگه او آفیتی که داره قدر نمیدانه حتی نبیدن. باعث میشه که او آفیت رو جوری از بین ببره جامعه که واقعا امنیت داره درست. همش بلد. امنیت دیده وقتی ناامنی رو دیگه اصلا برای مفهوم نداره بله. همش فهم کنه امنیته در کل جوامه دیگه امنیت دقیقاً. وجود داره یا کسی که همش در رفاه و آسایشه اصلا قر... نمیدانه که اصلا رفاه و آسایش هم بله. برای بعضی از خانواده ها ممکن است نباشه بله, بله خب وقت برنامه ما خلاص شده خانم حسن زاده موضوع رنج و زندگی یک موضوع گسترده هستش، در جلسات ق... بله آینده مطرح صحبت میکنیم با بیننده های عزیز ما مفصل گپ میزنیم نسبت به این موضوع حتما بیننده باشین چرا که موضوعی که بسیار زیاد در زندگی های ما وجود داره خب رنج و مصیبت و سختی هست و من دیگه نمیگم که انشالله که رنج و سختی در زندگی نباشد چرا که با به صحبت های خانم حسن زاده. به این نتیجه رسیدیم که رنج در زندگی ما اگر باشه و بپذیر موره مفید هست و انشالله که رنج های مفید نصیب ما و شما عزیزان شود موفق و پیروز باشین خدا نگهدار همه شما عزیزان محمد وعجل فرجه